سلام به همه. همه ما انسان ها همیشه یک سری سوالات فلسفی تو ذهنمون داریم. مثل اینکه این دنیا از کجا اومده؟ آخر این دنیا چی میشه؟ ما انسان ها از کجا اومدیم؟ دقیقاً در نقطه شروع دنیا چه اتفاقی افتاده؟ آیا اصلاً این دنیا شروعی داشته یا همیشه بوده و خواهد بود؟ مکان آیا همیشه بوده یا در یک زمانی به وجود اومده؟ خود زمان چطور؟ آیا زمانی بوده که اصلاً زمان نبوده؟ من به عنوان یک کیهانشناس میخوام راجع به بعضی از این سوالات با یک رویکرد علمی بحث کنم. در واقع میخوایم ببینیم که علم کیهانشناسی امروز تا چه حد تونسته به این سوالات جواب بده و آیا اصلاً این امکان وجود داره که ما بتونیم به همه این سوالها جواب بدیم؟ مثلا به یک تئوری دست پیدا کنیم که با همون یک تئوری همه چیز این عالم رو توضیح بدیم. چیزی که معروف شده به تئوری همه چیز یا theory of everything. یا اینکه نه، ما یک محدودیت بنیادی جلومون داریم که اصلا اجازه نمیده همه اسرار این کیهان رو کشف کنیم. کیهانشناسی الان حدود 100 ساله که از فلسفه به علم تبدیل شده. همونطور که میدونیم مردم ما در گذشته زمین رو مرکز عالم میدونستن. تا میرسیم به قرن 16 میلادی که دیدگاه ها عوض میشه و خورشید مرکز عالم قرار میگیره. اما در 100 سال گذشته ما کهکشان هایی رو کشف کردیم که این کهکشان ها خارج از کهکشان راه شیری قرار دارن. این همراه با توسعه تئوری مهبانگ یا بیگ بنگ مدل کیهانی امروز رو به ما داده که بر اساس اون کیهان ما همگن و همجواره، آیزوتروپیک اند هوموجینیس. این یعنی اینکه شما در هر جایی از این کیهان وسیع که قرار داشته باشید و از اونجا به هر زاویه‌ای که نگاه بکنید همه چیز شبیه به هم به نظر میرسه. این یعنی اینکه ما بر روی کره زمین نه تنها در هیچ جای خاصی نیستیم، اصلا هیچ جای خاصی در این عالم وجود نداره. این مسئله که ما را از مرکزیت عالم در آورد و در هیچ جای خاصی هم قرار نبود نداد، یک پارادایم شیفت خیلی مهم بود که در 100 سال گذشته نگاه انسان رو به خودش در این جهان خیلی عوض کرده. کیهانی که ما امروز میشناسیم بر اساس مشاهده هایی هست که در 100 سال گذشته به خصوص در 20 سال گذشته انجام شده و من امروز میخوام اون چه که ما به عنوان تاریخ کیهان بازسازی کردیم و اینکه کیهان ما از چه چیزهایی ساخته شده رو براتون توضیح بدم. اینجا بهتون نشون میدم که کیهان ما از چه چیزهایی ساخته شده. همه ما انسان ها روی کره زمین، یعنی این 7-8 میلیارد انسان، همه ستاره های کهکشان راه شیری، همه کهکشان های این عالم که الان تخمین زده شده حدود 100 میلیارد کهکشان در این عالم وجود داره که توی هر کدوم از اون کهکشان ها 100 میلیارد ستاره عین خورشید ما وجود داره. همه اینها و همه آنچه که در این کیهان عظیم و با ابهت قابل رؤیت هست رو روی هم بذاریم، این فقط میشه 4% کل دنیا. این خارق‌العاده نیست؟ یعنی 96% کل کیهان اصلا قابل رؤیت نیست. 26%ش از دارک ماتر یا ماده تاریک و 70%ش از دارک انرژی یا انرژی تاریک تشکیل شده. دارک ماتر بخش اصلی کهکشان هاست و مثل یک حاله کروی شکل کهکشان رو در بر میگیره. اما با نور هیچ تعاملی نداره و دیده نمیشه. به همین خاطر هم بهش ماده تاریک گفته میشه. در واقع به خاطر تأثیری که از طریق نیروی گرانش بر بقیه کائنات داشته ما به وجودش پی بردیم. با این حال نقش اصلی در مدل کیهانی امروز رو داره، طوری که اگر دارک ماتر نبود نه ستاره ای، نه کهکشانی و حتی انسان هم به وجود نمی اومد. دارک انرژی حتی از دارک ماتر هم مرموزتر، یک انرژی ناشناخته در تار و پود فضای کیهان، یعنی یک انرژی فقط به خاطر بودن فضا.
فرضیه دارک انرژی مشاهده های 20 سال اخیر رو خیلی خوب توضیح داده. منتها مشکل اینجاست که ما از ماهیتش خبر نداریم. پس علم کیهانشناسی امروز از 96% کل آنچه که کیهان ازش ساخته شده اصلا اطلاعی نداره. اون 4% هم فقط قابل دیدن هست. واقعیتش اینه که ما کمتر از 1% رو در کهکشان ها مشاهده کردیم. این مسئله علم کیهانشناسی امروز رو بر سر یک کراس رودز قرار داده. به این معنا که اکثر دانشمندان به مدل کیهانی امروز اعتقاد دارن، منتها به خاطر اینکه دارک متر تا حالا به صورت مستقیم مشاهده نشده و دارک انرژی هم ما از ماهیتش هیچ اطلاعی نداریم، بعضی از دانشمندان میگن که شاید قوانین تئوری نسبیت عام انیشتن که مدل کیهانی امروز بر اساسش ساخته شده اشتباهه و در واقع این محدودیت در تئوری ماست که اجازه نداده ما تصویر درستی از کیهانمون داشته باشیم. خب بریم و این 14 میلیارد سال تاریخ کیهان رو من در این چند دقیقه‌ای که دارم براتون توضیح بدم. اینجا محور افقی مکان رو نشون میده و محور عمودی زمان رو نشون میده. اون بالا زمان حالاست. زمین و ماه و بعضی از ماهواره‌هایی که ما ازشون استفاده کردیم که تاریخ کیهان رو بازسازی بکنید رو ببینیم. بیایید از اون پایین از نقطه بیگ بنگ شروع بکنیم. بر اساس نظریه بیگ بنگ این نقطه نقطه صفر هستیه. یعنی نقطه آغاز همه چیز. زمان، مکان، ماده، نور و همه کائنات در این نقطه به وجود اومدن. حالا ما که داریم از اینجا کیهان رو نگاه میکنیم و میخوایم تاریخ اون رو بازسازی بکنیم، تونستیم از 10^-36 ثانیه بعد از بیگ بنگ که حالا بهتون میگم یعنی چی، تا امروز یعنی 14 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ رو بازسازی بکنیم. 10^-36 ثانیه. این 1 ثانیه، این 0.1 ثانیه، صفرها رو ادامه میدیم تا میرسیم به 10^-36 ثانیه. یعنی فاصله ما با نقطه صفر هستی به این کوچیکیه. اینجا اون محدودیت ماست که اجازه نمیده بدونیم در صفر بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده. یعنی اینجا اون لبه جهان ماست. دقیقاً بعد از این کیهان ما یک دوره تورم کیهانی رو طی میکنه. به این معنا که کل کیهان ما که کلش فقط 1 سانتی متر بوده در کسری از ثانیه تبدیل میشه به تقریبا سایزی که امروز داریم مشاهده میکنیم. به همین علت هم بهش تورم کیهانی گفته میشه. یک دوره خیلی مهمه در تاریخ کیهان به خاطر اینکه بعد از پایان تورم کیهانی ذرات بنیادین در عالم متولد میشن. حالا ذراتی داریم مثل الکترون و پروتون و فوتون که ذره نوره. یعنی دنیای اون موقع ما فقط یک پلاسما بوده از الکترون و پروتون و فوتون. نه ستاره ای بوده، نه کهکشانی، نه هیچ چیز دیگه ای. فوتون ها در حال تعامل با این الکترون ها و پروتون ها هستن و این باعث میشه که دنیای اون موقع ما کدر و غیر شفاف باشه. یعنی نور که باعث شفافیت این عالم هست هست، منتها در بنده و نمیتونه حرکت کنه. دنیای ما کدر و غیر شفاف میمونه تا اینکه میرسیم به حدود 400,000 سال بعد از بیگ بنگ که دمای کیهان ما به 3000 درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکنه. حالا الکترون ها و پروتون ها با هم ادغام میشن و تشکیل ساده ترین هسته ها مثل هیدروژن و هیلیوم رو میدن. حالا نور آزاد میشه و میتونه تقریبا بدون وقفه در سر تا سر کیهان حرکت کنه. حالا کیهان ما قابل مشاهده و شفاف میشه. این نوری که از اون موقع در جهان آزاد شده امروز هم در کیهان هست و ما اون رو مشاهده کردیم تحت عنوان Cosmic Microwave Background. و چون این نور باید از کل کیهان میگذشته تا ما امروز اون رو مشاهده بکنیم، اطلاعات ارزشمندی راجع به کل کیهان به ما میده. طوری که من اون چه که دارم به عنوان تاریخ کیهان اینجا برای شما بازگو میکنم بیشترش بر اساس داده های Cosmic Microwave Background.
بعد از این دوره کیهان ما یک دوره تاریکی و خاموشی به معنای واقعی کلمه رو طی میکنه، یعنی هیچ چیز در این جهان دیده نمیشه. اما این تاریکی محض به این معنا نیست که در عالم هیچ خبری نیست. اتفاقا دارک متر داره دنیا رو برای تولد اولین ستاره ها آماده میکنه. منتها به خاطر تاریکی محض اون موقع ما الان اطلاعات خاصی راجع به اون دوره نداریم و داریم سعی میکنیم از طرق غیر مستقیم راجع بهش اطلاعات پیدا بکنیم. میرسه به 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ که اولین ستاره ها متولد میشن. میرسیم به بعد 1 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ که اولین کهکشان ها متولد میشن. دنیا سیر تکاملی خودش رو طی میکنه تا میرسیم به تقریبا 9 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ، یعنی حدود 5 میلیارد سال پیش که دنیای ما یک دفعه شروع میکنه به انبساط شتاب دار. سوال اینجاست که کیهان این انرژی رو از کجا میاره برای این انبساط شتاب دار؟ این همون دارک انرژیه که ما از ماهیتش خبر نداریم و کشف ماهیتش یکی از سوژه های اصلی کیهانشناسی امروزه. به خاطر اینکه ماهیتش سرنوشت کیهان رو مشخص میکنه. ما 3 گزینه برای سرنوشت کیهان داریم. یکی اینکه این دنیا تا ابد در همین حالت باقی میمونه. 2 اینکه در یک بیگ ریپ یا مهگسست از بین میره و تمام کهکشان ها و ستاره ها و حتی کره زمین از هم پاشیده میشه. 3 چیز اینه که در یک بیگ کرانچ یا مهرومب از بین میره و کل کیهان تحت نیروی گرانش هر آنچه که درش هست فشرده میشه و تبدیل به 0 میشه، مثل همون 0 که اول بیگ بنگ داشتیم. واقعیتش اینه که الان ما نمیدونیم کدوم یکی از این 3 گزینه سرنوشت کیهانه. الان هم در اروپا European Space Agency در حال ساخت ماهواره‌ای به اسم یوکلیده که قراره در سال 2020 به فضا فرستاده بشه و دقیقاً هدفش کشف ماهیت دارک انرژیه که من هم در لندن عضو همین پروژه هستم. خب فقط یک اشاره بکنم که این کهکشان راه شیری عزیز ما کجای این تصویر قرار داره. حدود 4.5 میلیارد سال پیش کهکشان راه شیری متولد میشه و الان تخمین زدن که تقریبا وسط عمر خودش هست. یعنی ما یک 4.5 میلیارد سال دیگه داریم تا بتونیم اون تئوری همه چیز رو کشف کنیم. خب بخشی از اون چیزی که من به عنوان تاریخ کیهان الان من برای شما ارائه دادم رو میخوام در این ویدیو با هم ببینیم. از جایی شروع میکنیم که دنیای ما 2.5 میلیارد سالشه. این ساختارهای آبی رنگ دارک متر هست که تحت نیروی گرانش خودش به این شکل در اومده. نقاط صورتی رنگ جایی هست که دارک متر بسیار متراکمه و دقیقاً کهکشان‌ها در همونجا متولد میشن. حالا دیگه دارک متر رو نمیبینیم و داریم ماده مرئی رو میبینیم. رنگ‌های سبز و آبی گازهای کیهانی نسبتاً سرد هستند و گازهای کیهانی بسیار داغ به رنگ قرمز و سفید دیده میشن که در اطراف کهکشان‌های بسیار فعال هستند و این به خاطر انفجار ابرسیاه شعله‌هایی هست که در مرکز اون کهکشان‌ها قرار داره. اون هیدروژن و هیلیومی که اول کیهان به وجود اومد در ستاره‌ها تبدیل به عناصر سنگین‌تر و فلزات میشه. بعد با مرگ ستاره‌ها و انفجار ستاره‌ها و بعد با انفجار سیاه‌چاله‌ها در کل فضای کیهان منتشر میشه. که این رنگ‌های صورتی رنگ و بنفش رنگی هست که می‌بینید. حالا از این گازها نسل بعدی ستاره‌ها و کهکشان‌ها متولد میشن و حالا چون عناصر سنگین‌تر و فلزات رو دارن میتونن مولکول‌های پیچیده و سیاره‌ها رو به وجود بیارن. حالا کیهان ما قابلیت به وجود آوردن زندگی رو داره. یواش یواش به زمان حال در این تصویر نزدیک میشیم و شما دوباره دارک متر رو به رنگ آبی و حالا کهکشان هایی که متولد شدن رو به رنگ صورتی میبینید. پس دیدید که دارک متر چقدر برای تولد و تکامل کهکشان ها مهمه. خب
تئوری دیگه‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم که دید ما رو نسبت به جهان خیلی عوض کرده، تئوری فیزیک کوانتومه. که در مقیاس‌های خیلی کوچیک مثل اتم و حتی کوچیک‌تر حکم می‌کنه و من به صورت خلاصه فقط به دو پدیده بهش می‌پردازم. یکی وارد کردن احتمالات بر دانش ما. به این معنی که خواص ماده تا وقتی که مشاهده نشوند فقط یک احتمالند. این به دو دلیل خیلی مهمه. یکی اینکه داره به ما میگه که بنیان این جهان بر پایه احتمالات نه قطعیت. دو اینکه نقش ناظر رو در جهان برجسته میکنه به این معنی که اگر ناظری نباشه که ذره رو مشاهده بکنه همه چیز فقط احتماله. این مثل این میمونه که بگم که اگر انسان نباشه که ماه رو مشاهده بکنه آیا اصلا ماه وجود داره؟ دومین چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یا هایزنبرگ uncertainty principle که یک محدودیت بنیادی برای دقت در اندازه‌گیری خواص ماده را به ما میده. به این معنا که مثلا مکان و سرعت یک ذره یک جفت خواص هستن که من هر دوی اونها رو در آن واحد نمیتونم با دقت اندازه‌گیری کنم. اگر سرعت رو با دقت اندازه‌گیری بکنم، دقتم در مکان رو از دست میدم. و اگر مکان رو با دقت اندازه‌گیری بکنم، دقتم در سرعت رو از دست میدم. یعنی در آن واحد من نمیتونم همه چیز رو راجع به یک ذره بدونم. آخرین چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم گوردل اینکامپلیتنس تیورم هست. قضیه ناتمامیت گوردل که میگه در هر سیستمی که این سیستم میتونه گیتی باشه همیشه اظهاراتی هست که ممکنه صحیح باشه ولی از داخل سیستم قابل اثبات نیست. یعنی ما از درون گیتی نمیتونیم همه چیز رو راجبش اثبات کنیم و این رو گوردل از طریق ریاضی ثابت کرده. پس به نظر میرسه که انسان برای کشف اسرار این گیتی در برابر خودش افقی داره که حتی اگر به اون افق برسه اون افق محدوده و این محدودیت فعلا بنیادی و غیر قابل شکستن به نظر میرسه. پس دستیابی به اون تئوری همه چیز فعلا امکان پذیر نیست و ما نمیتونیم همه اسرار گیتی رو کشف کنیم. اما اونچه که ارزشمنده غلبه بر محدودیت ها و تلاش برای رسیدن به اون افق اگرچه محدوده که چه بسا این محدودیت امروز بنیادی به نظر برسه و فردا نه. مرسی.